سلام و وقت بخیر دوستان حت عزیز، امیدوار هستم که همهتون جور صحتمند و سر حال باشید. تاریخ ششم ماه جنوری سال 2022 است. امروز به نمایندگی بنیاد خیریه کمک رسان آمدیم با 20 تن از فامیلای بی‌وزاد که همراه بنیاد خیریه کمک رسان ثبت هستند، به دلیل از اینکه یک پکیج مواد غذایی برشان توزیع بکنیم خواستیم. دیجا نگفتن ما دوستان عزیز، هر آن شخصی که در کمک‌های بنیاد خیریه کمک رسان و مردم بی‌وزاد سهم گرفتن و سهم می‌گیرند، خداوند اجر عظیم برشان نصیب بگرداند. شرایط بسیار زیاد سخت شده دوستان عزیز، کار وجود نداره، مواد ارتزاقی با قیمت بسیار بلند رسیده و در حالی که هوا بسیار زیاد سرد است، مردم مواد ارتزاقی را بسیار با مشکل به دست آورده میتونند. بران کمکایی که شما میفرستین بدون شک اجر و ثواب بیشتری را در همچه شرایط داره و هموطنانتون بیشتر از همه وقت برتون نیاز داره. هر آن عده دوستایی که صدای ما را میشنوند، کسایی که وستوان دارند چی در داخل افغانستان و چی هم بیرون از کشور باشند، هموطنان خود را هرگز فراموش نکنند و در کمک‌های خود یاد داشته باشند. دوستای عزیز، هوا خیلی سرد است و به دلیل از اینکه زمین در بیرون تر است، برف باریده، بارندگی زیاد صورت گرفته، به دلیل از اینکه مواد ارتزاقی در سر زمین گذاشته نمی‌شد، ما در داخل یک دکانی که دیگه وجود داره آمدیم. فامیلا منتظر هستند دوستای عزیز، یک پکیج فقط برتون نشان میدم و تشریح می‌کنیم. بعد از او باز ما فامیلا را میخواییم، رسیدشان را میگیریم، اونا را اجازه میتیم که طرف خانواده خود برند. شما نیز با ما باشید دوست عزیز. دوست عزیز، پکیج ما شامل یک بوری آرد قزاقی است، روغن 5 لیتر، یک بوتل 10 کیلو برنج سیلی اول است، البته شوله نیست، 7 کیلو لوبیا، 7 کیلو کچالو، 7 کیلو پیاز، 5 پاکت آش داخل خریطه، 5 پاکت مکرونی، 2 پاکت نمک، 7 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 5 کیلو دال است، 7 کیلو هم نخود است و در ضمن 300 افغانی پول نقد نیز برشان بدن توزیع میشه. شما فقط منتظر باشیم دوست عزیز که فامیلا رو بخوایم سر پکیج استاد شوند، بعد از اون بهشون صحبت میکنیم که شرایط کنونی در زندگیشان با چه شکل سپری میشه. دوستان حت عزیز، قسمی که شما دیدین فامیلا را خواستیم، شستایشان را گرفتیم و 300 افغانی پول ترانسپورت برگشتشان را که در نظر گرفته بودیم نیست توزیع شد به می فامیلا. فامیلا آدمی هستن، فقط امرای می فامیلایی که بخاری بردن، چوب بردن و زمستانشان یک پرسان میکنیم از پیشان، چون هوا بسیار زیاد سرد است که بر فعلا یتیمایشان به چه شکل در زمستان آیا گرم هستن یا خیر، از پیش پرسان میکنیم. بعد از اون باز اینا رو اجازه میتیم، یک سه فامیل غیر حاضر هستن، اونا میرسن، مالشان ان شاء الله پیش ما امانت است تا که میرسن، باز اینا رو اجازه میتیم اینا برن، ما منتظر از اونا میمونیم. جواد جان بیا پیش بیا، کات خودت یک صحبت میکنیم مادر که سلام علیکم. سلام، خوب هستین مادر؟ صحت شما خوب است؟ شکر، بخیر هستین؟ شکر. چوب خوب امرای بخاری برای اولادتون شاند ان شاء الله زمستون یکم ذره واسه قدر دعا میکنیم خداوند تعالی قبول تانا که جمع کردن و تانا بجنب کردن تان مانده شو و مراد تان باشه، خداوند تعالی کدی خود ما قبول کرده کدی اون مسلمان ها. بخیر باشین، ما با اولادتون خوش هستیم که بیخ زیاد نگاشت که ما خوش هستیم، یتیم ما گرم شدن استقانه هم گفته خوش هم استقانه ما گرم شده زگ مادر دگه چیز خداوند خود میتلزم. شکر است، شکر است. ما بخیر یک چند روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد براتون زنگ میزنیم، برای اولادایتون که گفته بودین جمپر و بوت چیزا رو کلش بر نظر گرفتیم ان شاء الله، باز آدرس میتیم در موجه ان شاء الله باز میخوایم تنه سیستا. خیر سید خدا چنگ تیری کی و سر چنگ تیری کی جان الله خوشاله چاچ مون سر کومک کی الله ور سر سر کده شو تا دختای دغه دنیا که مونږ د اتمان خدای په خیر او رسې سره امين خیر وشي ان شاء الله. دا چې زور بلاو کنه زه روجه په خلای مدروغ نه يم درته زو جانې چې په پنځه وخت تاسو دعا کوم دغه چې مونږ سره کوي زيده خو بيخي نور خو تخو لکه مونږ خپل لکه خپل زوی غوند سات کړه خیر وشي الله دې ژوند دې الله دې نور دې ستر کی امين چې مونږ د اتمان سره ارماندونه و باسي چې نن نشه پروش کوم ماتیر شو دی الله دې تیر کی او شکر دې الحمدلله شکر الله در سره خو دی الله دې خیر در کی سره دخلتي کی دې چیرې چولې دې دامه تذکرې در تر ولې ها ها دا به ورسته ما ترا کې سي دا راځي خو چې ترستي خوب استي برای مو اولادایت که نمره گرفته بودم جمپر هم گرفتیم برش، بوت هم گرفتیم، منتو از یکی او مایوب است، اگر زنگ زدم برتون اونا را اگر نخواهیم مشکل نیسته، باز ما یک کار میکنم که
خودم رفت آمده خانه تو ندمی جمعی بینیم سیسته در خانه باشم تو به این شکل نباشه که تلفن تو خاموش باشه سیسته؟ از وقت تلفن ما از دور دیگه میگن که خراب است نمیشه زنگ نمیه هیچ خبر نیستم دیگه و زنگ که کس بزنم موضوع دیگه ای که چطور زمستان تو نالی اتاقه را گرم کردین باید؟ گفتی خودت که گرم گرم با دعا کن همیتا که گرم میشیم گرم گرم دعا میکنیم بخیر باشی انشاءالله مورد رویتان فراموش نمیکنین یک تانم سیسته انشاءالله که کلتان به کسایی که کمک میکنه دعا میکنین سیسته دوست عزیز هوا خیلی سرد است و بیروبار بسیار زیاد جور شده ما فقط به فامیلا اجازه میدیم که اینا برن برام سه فامیل منتظر میمونیم اونا که اومدن بخیر باش ان شاء الله برزونا توضیح میکنیم مواد شانه میتیم که بخیر برن یک بار دیگر جا دارد که از همه شما دوستان عزیز کسایی که کمک میکنین سپاسگزاری بکنیم از زبان فامیلا خودتان شنیدین که به گفته خودشان که گرم گرم دعا برتان میکنه زمستان بسیار سرد است وقتی که خانه هایشان گرم میشه ان شاء الله که دعا برتان میکنه برای اطفالشان ما جمپر بود کلا دستکش چیزا هم در نظر گرفتیم به دلیل از اینکه بارندگی بود در کابل ما انشاءالله که رفته باز بخیر اونا رو برشان توضیح میکنیم کدام چین تقدیرنامه چیز هسته؟ تقدیر دین امروز امتحان دادم این تقدیر از خود وزارت برم دادم خب بسیار خوب در مدرسه دین امروز باز امتحان دادم خب اما مدرسه که خیاطی بود انشاءالله که خیاطیتون کدام زره فرق کرد حالا چیز رو دختر میتونه دیگه امتحان دادم من طالب دو دانه مرد بود سه تا زن از خود وزارت آمده بود یک نفر میخواست دیگه باش حال پارچه رو بگیریم که چی میشه خب بسیار خوب ایرام دیگه دادم اون امتحان تقدیری بود دیگه گرفت باز اینم تقدیر بر ما داد دیگه با شش نفر دادم بسیار خوب دوست عزیز فرزانه خواهر ما کسی هست که به خاطر خیاطی و به خاطر تعلیمات اسلامی در یکی از مدرسه های کابل از طرف بنیاد خیریه کمک رسان معرفی شده بودند و مدرسه الفلا شش ماه بود کورس خیاطی بود که فعلا به گفته خودشان که خیاطیشان هم انشاءالله خوب شده و یک حرفه را انشاءالله که یاد گرفته بخیر یک خیاط خوب باشند و موضوع دیگه ای است که برشان یک لوح سپاس هم داده تقدیرنامه است تقدیرشان کرده امتحان هم داده انشاءالله که یک نتیجه خوب از جا بگیرن گرفته بتانند و بخیر باشین انشاءالله که کسایی که کمک میکنن برشان دعا بکنین و با امید ازی هستیم که میخیاطیتون یک روز باعث ازی شوه که می سرپرستی خانه رو به عهده بگیرین و مشکلاتون حل شوه صحیح است؟ خیلی تشکر زیاد میکنم از کسایی که مرا حمایت کرد که من خیاطی یاد گرفتم بخیر باشین از دوستان تشکر میکنم دوست عزیز کسایی که حمایتشان کرد کسایی که می زمینه را برابر کرد تا اینا خیاطی را یاد بگیرن خیاطی را به خیر یاد گرفتن و ان شاء الله که یک خیاط لایق باشن بخیر باز کالا را بدوزن بخیر باشین دوستو عزیز اینا را اجازه میتیم هوا خیلی سرد است و بعد از او باز انشاءالله که منتظر همون فامیلا میمانیم اونا را توضیح میکنیم و بخیر باز توضیح های بعدی داریم تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا میسپاریم خدا نگهدار همه شما